میگم به جناب بهرام مشیری که در خدمتشون هستیم در ساعت پیش رو. آقای مشیری خیلی خوش آمدید. درود بر شما دوست گرامی آقای فروزنده، امیدوارم خسته نباشید. درود میفرستم خدمت هموطنان برنامه در هر جایی که هستن و بسیار خوشحالم که در خدمت شما و هموطنانم. خب آقای مشیری، امروز که بخش پایانی این فصل از گفتگوهای من و شما هست، شما میخواید ما رو به کجا ببرید؟ خدمت شما عرض میکنم آقای فروزنده، ببینید مطلبی که ما بایستی بدون توجه کنیم از بام تا شام این است که درد ما و رنج ما و گرفتاری های ما و این دوران تبعید ما و این رنجی که بر ملت بزرگ ایران تحمیل شده است همه از استبداد هست. اگر ما بحث دینی میکنیم بدون جهت هست که گروهی یک صنفی از اهل دین اینها این استبداد خونین را حاکم کردند، وگرنه هیچ ضرورتی ندارد که ما بنشینیم در باب خوب و بد دینی صحبت کنیم. دین یک امر خصوصی و شخصی است و مردم آزاد هستند، ادیان محترم هستند، نه الزاماً به واسطه احترام به دین، به واسطه احترام به مردم، به انسان، چون انسان است که محترم است. این است که این مباحث بدون جهت است که ما دچار این بلیه استبداد هستیم و استبداد امروز از اتفاق روزگار استبدادی است دینی. من دوباره عرض کردم و در 26 سالگی به آمریکا آمدم، به یاد ندارم 26 دقیقه هم در باب دین با کسی بحث کرده باشم. این است که میخوام این مطلب خدمت هموطنان عرض کنم که ما مطلقاً و ابداً با دین فی حد ذاته با دین ما مشکلی نداریم. ما جستجوگر اون جامعه‌ای هستیم که متلون و متنوع باشد به لحاظ اندیشه و همگان آزاد باشند و در زیر سایه قانون دارای یک حقوق باشند. دین اهمیتی ندارد از نظر اینکه یک دین از دین دیگری بهتر نیست، این اندیشه های مردم است، علاقه مردم هست و دین یک جزء در واقع لاینفک و مهم از فرهنگ بوده، یادگار روزگار فقدان علم بوده یا هرچه بوده. تا اونجایی که عرض کنم که به فرهنگ عمومی مردم جهان مربوط است، این هم جزئیش بوده است. این است که ما مشکلی با دین نداریم، ما مشکل استبداد داریم و باید تکرار میکنم و چون امروز استبداد دینی هست، این هست که ما بایستی میبایست با مردم صحبت کنیم و در واقع اینها رو که ادعای آسمانی دارند به زمین بیاوریم و نشان بدهیم که اینها هیچ گونه مشروعیتی آسمانی یا الهی برای این حکومت ندارند و حاکمیت حق ملت است، نه حق یک صنف. این هست که مباحث دینی بدین جهت پیش می آید. موضوع روحانیت فقط به این علت است که مطرح می شود. این قضیه بسیار بسیار مهم است، باید به اون توجه کنید. سپاسگزارم. بنابراین اگر که موافق باشید امروز ما به نقش روحانیت در ایران معاصر بپردازیم، لااقل ایران 200 سال گذشته. از فکر میکنم تاریخ رو دقیق نمیتونم بگم، حالا 200 ساله، 150 ساله، هرچی هست، یا بیشتر از 200 ساله، از زمانی که باید قاجارها در ایران آمدن، از زمان فتحعلی‌شاه شاید ما باید نگاهی بکنیم که نفوذ روحانیت در دستگاه و دربار حکومت آنچنان بالا گرفت که حتی به هر حال شاه میشود گفت دست نشانده علما بود. اینطور هست یا نیست؟ عرض میشود که چون جلسه آخر هست، اون فرصت نیست که اون مطالبی که میباید با دست و اشباعی که ضرورت این بحث هست رو بیان کرد. اما مخلص اینجا خدمتون خیلی سریع اشاره میکنم به نقش روحانیت در بخش پایانی دوره صفوی خیلی کوتاه و بعد دوره نادرشاه افشار و کریم خان در چند دقیقه و بعد میپردازیم به اصل قضیه که روزگار قاجار هست و بیجه فتحعلی‌شاه.
وقتی که صفویان بر ایران مسلط شدند، اینها آخوند رو در کار حکومت دخالت نمیدادند. مرد بزرگی مثل شاه اسماعیل یا شاه عباس کبیر اینها رو در کار حکومت دخالت نمیداد. دین رو بهانه‌ای کرده بود برای صیانت از ایران، بدان جهت که وطن دوستی و وطن پرستی و نام ایران اساساً فراموش شده بود، بر اثر کشتارها و عرض کنم غارتها به مدت قریب 900 سال در این کشور کسی دیگر نمیدانست ایران کجا هست. بارها عرض کردم شما هرچه این دواوین شعرها رو نگاه بکنید نامی از ایران پیدا نمی کنید. این است که ایران کشوری بود برباد رفته و از یاد رفته، تا می رسیم به روزگار صفویان و این مردان غیرتمندی که آمدن و باز نام ایران رو برکشیدن. و به جهت آن که این شیعیان گروه اندکی بودن، اقلیتی بودن، ملای شیعه تعدادش کم بود، اینها شروع کردن به وارد کردن ملایان شیعه از همین بخشای خلیج فارس امروزین و عراق و عرض کنم که طرف های لبنان و به قول معروف جبل عامل و فلسطین و اینها، برای این داغ کردن بازار تشیع و در واقع یک پارچه کردن ملت به لحاظ عقیدتی، که جنایات فجیعی هم در این زمینه رفت. در ابتدای دوره ساسانی هم همین ماجرا اتفاق افتاد، یعنی در واقع در اون روزگار هم به جهت قریب 600 سال دوران اشکانیان که اینها بسیار آزاداندیش بودند و در ادیان با کسی کاری نداشتن، اینا آمدن و گفتن که این رنگ ایرانی نداشته و رنگ عقیدتی ایرانی نداشته است و شروع کردن به جمع‌آوری کتب دینی و ماموران داشتن در واقع برای کشتار کسانی که مخالف بودند به اینها. بماند باری در اوج تمدن صفوی که روزگار شاه عباس کبیر است و امروز نام این بزرگ از قلم افتاده است و میدان شاه شده است میدان خمینی، اینها در کار حکومت دخالت نداشتن، چون اداره ایران بزرگ لازمش وجود رجال بزرگ بود، سیاستمدار، در واقع آدم های لشکری که اینها در جهانگیری و جهانداری دستی قوی داشتند مانند شاه عباس کبیر. اما متاسفانه در واقع این طبیعت تاریخ است که این حکومت هایی که می آیند رفته رفته به انحطاط می روند. همه چیز جامعه به انحطاط رفته بود، دینش هم به انحطاط رفت. در دوره پایانی به وجه خرافات گسترش یافت و اون چنان این ملایان شیعه نفوذ پیدا کردن در دستگاه عرض کنم شاه سلطان حسین که می توانیم بگوییم این بخش آخرین رو اینها بسیار نفوذ داشتن، ستمها می کردن. اگر نگاه به تاریخ بکنیم در می یابیم که وقتی یک حاکمی رو می فرستن به افغانستان، چون اکثریت با اهل تسنن بود، این آخوندها در واقع حکم میکردن هر چی میتوانید ظلم و ستم در حق این سنی ها وارد کنید که اینا از اهل جهنم هستند و چنین و چنان، و این سبب شد که حمله بشود به ایران. در واقع جنگ داخلی بود، آمدن محمود و اشرف افغان جنگ داخلی بود و وقتی اینا آمدن شروع کردن به کشتار آخوندهای شیعه. آخوندهای شیعه که عرض کنند که قریب یک قرن و نیم یا بیشتر در واقع سودها برده بودند از آخوند بودن، پای به فرار گذاشتن و گریختن از ایران، شروع به فرار و یک دوره عجیبی بوده است در اون دوره. بنابراین در این بخش پایانی و آمدن عرض کنند که محمود و اشرف، این آخوندهای شیعه یک سره بیابرو شدند و بعد ما جنگهای داخلی داریم و یک خلای قدرتی و پیدایش نادرشاه. نادرشاه مرد روشنی بود، آدم بزرگی بود، یکی از بزرگترین رجال تاریخ است. متاسفانه مشکلاتی هم داشت. ایشان که آمد دید بیشتر جنگ های شده است، اختلافاتی که شده است، کشت و کشتاری که در خراسان توسط این اقوام شیبانی یا در ایران از اون سو توسط عثمانی شده است، بر اثر بیعقلی بعض این پادشاهان بوده است و آمد تا چاره بیاندیشد مطلقاً و ابداً آخوند رو در کار سیاست دخالت نمیداد. سهل است اون چه اوقاف بود در ایران که به نام اینها کرده بودند به دلایل مختلف. یکی از اونها این بود که اگر کسی دارای ثروتی بود و وارثی نداشت، این ثروت او رو به نفع دولت مصادره می کردن
اینها می آمدن اینها رو وقف می کردن، وقف آخوندها، اینها هم می خوردن ها، عرض شود که خوش می گذرن. نادرشاه بلافاصله بعد از اینکه در دشت مغان رأی مردم رو گرفت برای پادشاهی، آمد و همه اوقاف رو قطع کرد و اون ثروتی که به جیب ملایان می رفت رو خرج نظم سپاه و گسترش ارتش کرد. مشهور است که صدر و صدور که رئیس کل آخوندها بود آمده است و رفته است پیش نادرشاه که شما چنین کاری رو میکنید کار درستی نیست، این علما نیازمند این ثروت ها هستن. و نادر پرسیده است که این ثروت ها رو شما چه میکردید، میخوردید، چه میگفتید؟ گفت ما اینها رو میگرفتیم و میخوردیم و دعا میکردیم به جان اعلی حضرت. گو از اون که یک عده قلیل 10-12 هزار نفری آمدن به مملکت رو گرفتن و شاه شما رو هم سر بریدن، پیداست که دعاهای شما در دربار حق مستجاب نیست، این است که مال مفت میخوردید و من این مال رو میگیرم از شما و میدم به سربازان. و وقتی که این صدر و صدور یعنی رئیس کل آخوندها، چون این القابی که امروز هست اون روز نبود آیت الله و این حرفا، نادر دستور داد او رو خفه کردن و کشتن و به طور کل آخوندها از صحنه بیرون کرد، از صحنه سیاست بیرون کرد. و در واقع نادرشاه برام بود که همه دارای یک آیین یک دین باشن، حتی مدعی شد که یک دین جدید میخواهد بیاورد. ماجرای جالبی که اتفاق افتاده است وقتی بغداد رو گرفت، یک شخصی به نام ملا علی اکبر که این آقا مثلا افضل علمای شیعه بود رو داد تا مناظره بکنن با یکی از بزرگترین علمای اهل سنت، که این باعث خنده و تمسخر هزار شد به جهتی که این آخوند شیعه چیزی در دست نداشت. وقتی این مناظره شروع شد، باری اینا به امضا رسوندن که از امروز دیگر صلح بین شیعه و سنی برقرار است و چنین و چنان. و نادر یک روز گفته بود که من میخواهم دینی بیارم، اما عجل مهلت نداد و معلوم نشد که اون چه دینی. و اونقدر دانا بود که گفته بود که تمام این کتابهای دینی رو شما خلاصه کنید به فارسی ساده و برای من بخوانید ببینم. نگاه کرد و گفت آقا اینها جز اختلاف بین مردم چیزی نیست، این هست که چیزای مهمی هم نبود اینها که شما به من گفتید. مقصود این که نادرشاه افشار کسی بوده است که در واقع میدان سیاست رو برای آخوند باز نگذاشته مطلقاً و ابداً. و بعد از اون شخصی که به قدرت رسید کریم خان زم بوده است. به همین وجه کریم خان میگفت من چهره چهار گروه رو بیشتر نمیتوانم تحمل کنم، و آنها کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و سپاهیان هستند. آدم مفتخور بیکار مثل آخوند نه به درد ما میخورد نه به درد مردم. اگر آخوندها سر کار نیاین در واقع اتفاقی نمیافتد، بلکه شاید جامعه بهتر هم بشود. یک مردی بود که مدرسه هم نرفته و سوادی هم نداشت، مطالب بسیاری منسوب هست به کریم خان زند در باب اینکه در مناظرات با آخوندها چه میگفته. اینا رو من خیلی در واقع گذرا بهش اشاره میکنم. و بعد ما میرسیم به روزگار قاجار. این آقا محمد خان قاجار هم به همین وجه نادر عمل میکرد. این مردی بود بسیار بسیار با عرضه، یک جنرالی بود بسیار با تدبیر، ضمن اون که اعتقاداتی داشت و دعا به بازو میبست، اما مطلقا به آخوند جماعت یعنی در واقع اجازه ابراز وجود در کار سیاسی نداد. و بعد از اوست که ما میرسیم به روزگار عرض کنم که فتح علی شاه. از اینجاست که آخوند وارد کار سیاست شده است. در موضوع جنگ های ایران و روس عرض کنم که عباس میرزا که شاید بهترین رجال عهد قاجاری است، یک خطای منکری رو این مرد مرتکب شد و آن این شد که گفت ما عرض شود که از ملایان و آخوندهای بزرگ میخواییم که مردم رو در واقع تحریض بکنن برای کمک. اینها جانی گرفتن و شروع کردن در واقع در جنگ های ایران و روس برای اولین بار آخوند ناظر بر عملیات جنگی شده است.
و سرفرماندهی که در همین چمن سلطانی مشهور است بود و چادر فتحعلی‌شاه و اینها، یک آخوندی از اصفهان میاد به تبریز یا میره بعد به حمام که اونجا حمام بخوند که بعد بره خدمت فتحعلی‌شاه. وقتی که این آخوند آمده، اون حمامی آب این کثیف اون عرض کنن که خزینه حمام رو در سطل ها میفروخته، با استکان میفروخته و همه خریدن به تبرک و تیمون که این آب کثیف رو بخورن چون تنه آقا باری. اینها آمدن و گفتن اگر شما جنگ نکنید با روس ها که اینها در حق مسلمین ستم میکنن، ما فتوا میدهیم برای جهاد علیه شما. این فتحعلی‌شاه بی عقل از ترس آمد و آخوندها رو دستشون باز گذاشت. ما مملکت ضعیفی بودیم، اون پیشرفت هایی که در اروپا در علوم طبیعی شده بود و غیره و زالک و سلاح های مدرن و اینها هیچ کدوم نداشتیم. یک مشت تفنگ سرپر بود، عرض می شود که تیر و کمان و نیزه و از اینجور چیزها. این است که شکست بزرگی و ایران در دو دوره تحمیل شد. و عجب اینجاست که بعد از نخستین دوره جنگ ها، پیش از آغاز جنگ های دوره دوم که منجر به قرارداد بسیار بسیار ننگین ترکمانچای شد، عرض کنم که امپراتور روسیه یک تختی از در واقع کریستال فرستاد به عنوان حسن نیت. جنگ نمیخواستن روسا، آخوندها آمدن پای فشردن که این جنگ باید بشود و کشور ضعیف ایران که جمعاً 50-60 هزار سوار داشت، تعدادی پیاده، حمله کردن به روسها و اون بلای بزرگ تاریخی به روز کشور عزیز و آمد و حاصل اون که شکست های پیاپی اتفاق افتاد و اینا آمدن در دهخارغان و در اونجا قرارداد ترکمانچای تحریر شد و 600 هزار کیلومتر مربع از خاک ایران که از قدیم ترین و فرهنگی ترین سرزمین های ایران بود اینجا جدا شد از ایران زمین. این بزرگترین خیانت آخوندها این بوده است در اون دوره. فراموش نکنیم امروز نشستن میگویند که این کشور رو معصومین نگهداری کردن. گفته بودند که سپاه ایران رو همون فرشتگانی که در جنگ بدر آمدن و کمک مسلمانان کردند که اون تعداد 300 نفر اون 900 نفر رو شکست دادن، کمک شما خواهند کرد. باری 600 هزار کیلومتر مربع، یعنی تقریبا به اندازه افغانستان امروزی یا پاکستان امروزی، از کشور ما جدا شد و آخوندها وارد کار سیاست شدند. قاجارها هم رفته رفته کارشان به فساد میگرایید و در اون دوره باعث خدمت شما عرض کنم که در واقع مراجع همین آخوندها باشند. اینها در این کربلا و نجف بودند و در واقع بزرگترین اینها در اونجا بودن، البته در ایران هم بودن. در در حیطه سه زبان، یعنی در بخشایی که عربی صحبت میشد آخوندهای خودشو داشت، در ترکی زبان یا ترک زبان اینها آخوندهای خودشون داشتن و فارس زبان ها به همچنین. کما این که فرض فرمایید که در دوره مشروطه ما سید ابوالحسن اصفهانی داریم، اندکی آخوند ملا همکاظم خراسانی رو داریم، در حوزه زبان ترکی آقای شربیانی و آقای ممقانی رو داریم، در حوزه فارس زبانی در تهران ما آشتیانی رو داریم، همون نوری که به دار کشیدن آقای طباطبایی رو داریم و بهبهانی رو داریم. این تقسیم بندی ها بود و بزرگترین اینها در اونجا بود. نگاه مردم بدان سو بود، بدان دلیل که وقتی که ستمگری ها و در واقع سیستم قاجار برداشت و شکست می شد، این دو پادشاه پایانی قاجاری ناصرالدین شاه و عرض می کنم که فرزندش مظفرالدین شاه، اینها شروع کردن به فروختن مملکت. یعنی در واقع می شود گفت چندین ده قرارداد در واقع استعماری این ناصرالدین شاه امضا کرده بود، راه فرنگ باز شده بود. اینا بسیار علاقمند به مسافرت فرنگ بودند
و این مستلزم تحمیل مخارج سنگین به مردم بود. یکی از این قراردادها قرارداد تنباکو بود، قرارداد تنباکو بود و انگلیس‌ها بسیار بسیار قرارداد استعماری زیانباری برای کشاورزان ایران بود. حالا گمرکات رو فروخته بود، معادن رو فروخته بود، همه اینها، اینا عرض کردم چندین ده قرارداد ننگین بودن، یکیش تنباکو بود. این است که کشاورزان به جان آمدن، مقداری که پرداخت میکردن بسیار بسیار اندک بود در مقابل قیمتی که تنباکو در آن روزگار داشت. اینجا این یک نقطه عطف بزرگی در تاریخ معتبر شدن آخوندها در کار سیاست هست. آخوندهای داخلی ملایان به جهت اینکه زیر سلطه حکومت بودن، اون جرأت بیان و اون زمینه فعالیت لازم رو نداشتن. این است که روی میکردن به علمای نجف و در این در مقطع هست که ما میرزای شیرازی رو داریم. این میرزای شیرازی هر شبت که آمد و یک چیزی نوشت و تنباکو رو تحریم کرد. حالا نه به خاطر نفوذ سخن این میرزای شیرازی، به جهت اون که ماهیت این قرارداد استعماری بود و به جهت اینکه مردم ما از این استبداد به جان آمده بودن، آرام آرام در واقع نشانه های مدرنیتی به قول فرنگی ها یا تجدد داشت آشکار می شد. مردم ما بسیار بسیار حس سرفکندگی می کردن به خاطر شکست هایی که در دوره فتحعلی شاه خورده بودن، بسیار محزون بودن به جهت اون که سرزمین های ایران از ایران زمین جدا شده بود، سرزمین هایی که تا مدت ها زبان پارسی صحبت می کردن و بسیاری کوش کرد. باری این هست که مردم عکس العمل شدیدشان دادن و تنباکو رو تحریم کرده بودن. ناصرالدین شاه دستور می دهد که بگوید قهوه خانه ها باز باشد و هر کس تنباکو نکشد شکمش را پاره کنید. آمدن گفتن اعلی حضرت بداند که در داخل حرم زنها هم نمی کشند تنباکو، چون کشیدن این تنباکو در واقع از روزگار صفوی به بعد بود که تقریبا همه می کشیدن. حتی ما تصویرها داریم که یک حضرت آقا سوار اسبش بیرون رفته و نوکرش سواره کنار دستش قلیان رو میگه آقا سوار اسب هم قلیان بکشد. این است که یک به قول این جایی ها یک رفتار اجتماعی یا یک سوشال هبیت خیلی گسترده‌ای بود از این تنباکو. بنابراین بعد از اینکه اون شرکت قبول شکست کرد و این قرارداد لغو شد، پرستیژ آخوندها به عنوان نیروهای سیاسی که پشتیبان مردم هستند بسیار بسیار بالا رفت آقای فروزنده. و بعد آرام آرام ما میرسیم به روزگار جنبش مشروطه و خیزش مردم اینجا و اونجا. آخوندها ادامه دادن، خود صاحب اندیشه نبودن. اینها نمیدانستن تجدد چیست و تمدن چیست و مشروطه چیست و اینها، اما چون مردم دوست داشتن و روشنفکران ایرانی، اینها رو عرض کنم که در کتابهای مختلف میتوان یافت، به خصوص تحلیلهایی که مرحوم فریدون آدمیت که بهترین تاریخ نگاران ما در عصر جدید بوده است تحلیل کرده و کتاب ها هست، من توصیه میکنم هموطن بخوانن. این که آخوندها منشأ کار بودن مطلقا و ابدا صحیح نیست. روشنفکران ایرانی از طالبوف تبریزی به خصوص آذربایجان نقش عمده و مهم دارد در ایران، و ملکم خان و میرزا خان کرمانی و ده ها آدم روشنفکر دیگر بودند که بر لزوم قانونمندی و آزادی و گشودن مجلس ملی و حاکمیت ملت اینها این ایده رو پراکنده کرده بودن. بعض آخوندها اون هم نه همه، اینها با مشروطه یار شدن و با روشنفکران همگام شدن و در میان اینها آقای طباطبایی و بهبهانی از همه مشهورتر هستن، سید جمال واعظ اصفهانی هست، دیگران هستن، عرض میکنم که ملک المتکلمین هست بین آخوندها، که اینها رو میشه گفت آخوندهایی بودند که با مردم همکاری کردند.
بسیار آخوندهای مرتجع هم بودن مثل اون نوشید این در واقع به دار آویخته شد به واسطه جنایاتی که انجام داده بود. بنابراین در عصر جدید می توانیم بگوییم موضوع جنبش تنباکو نقطه عطفی بوده و در مشروطه هم پرستیژ آقایان بالا بود و وقتی قانون اساسی تحریر یافت و اینها به خاطر نقشی که اینها دارن یک تعارفی کردن که هیچ قانونی که ضد قوانین اسلام باشد از این مجلس تصویب نشود و به نظر پنج عالم جامعه و شرایط رسد که هرگز این اتفاق نیفتاد. کسانی که قانون واقعا بسیار بسیار پیشرفته مشروطه رو نفی میکنن به خاطر این سخن، اینا اشتباه میکنن. این یک طریقی است که پیدا کردن برای نفی آزادی و دموکراسی که قانون مشروطه پیشنهاد میکرد در اونجا. و بعد این دوره که منقضی شد، یعنی این دوره که مظفر نشاه بود، اینها یک آدمایی بودن درست مثل روزگار شاه سلطان حسین شده بود. یعنی درست می شود گفت این مظفرالدین شاه گذشته از این که مرد نیک نفسی بود، شاه سلطان حسین هم مرد نیک نفسی بود، از قتل اینها بیزار بود. اینها داستان ها هست، یک آخوندی بود به نام بحرینی، این رو در یک سفر بردن به محضی که رعد و برق می شد یا اینکه قطار وارد تونل می شد، این پناه می آورد پادشاه ایران به این عبای بحرینی. و بعد که در سفر بعدی گفت آقای بحرینی کجاست، گفتن آقا ایشون خرجش خیلی زیاده، ما نمیتوانیم این آقا رو ببریم انگلیس و اروپا و اینا، گفت حداقل عبایش رو بیاورید. و عبای این آقا رو بردن، به محضی که رعد و برقی صدایی چیزی تونلی بود، این مظفرالدین‌شاه بیچاره اونقدر خرافاتی بود که خودش میاد در پناه این اونقدر خرافات. یا وقتی که قرار شد به سلطنت برسد سال 1313 بود، تعلل میکرد، میگو من نمیخواهم در سال نحس 1313 به پادشاهی برسم. و یک مطلب جالب خدمت شما عرض کنم و اون این که این آقای ممقانی و شربیانی اینا مثلا از علمای بزرگ بودن در اون روزگار و در این مقطعی که مورد سخن ماست یک وبا حادث شده بود در منطقه عراق و اینها قرنطینه گذاشته بودن. این آقا آمده است با پیروانش مطلقاً به این قانون پادشاه ایران که قرنطینه باشد وقعی ننهاده و آمده است. و این آقای مظفرالدین شاه که میگم مرد بسیار نیک نفسی هم بود، البته از او دعوت میکنه که به دربار، میگه من به اونجا نمیام، میگه ما میاییم به خدمت شما. این کاردار سفارت انگلیس یا سفیر انگلیس در واقع یکی از شغلش یکی از این دو بوده، در کتابش نوشته است میگوید که مظفرالدین شاه آمد حضرت عبدالعظیم و ممقانی از دور یک سری هم به زحمت تکون داد در مقابل پادشاه ایران و پرسید این حضرت در کدام حوض وضو گرفته است. گفتن در اون حوض، حضرت در اون حوض وضو گرفته. گفت آب این حوض را بیاورید به عمله اندرون و خانم ها به تبرک و تیمان بنوشند. یعنی این وضعیت رو این چنین ذلیل و گرفتار شد. ناصرالدین شاه یک زمانی آمد برای اینکه یک قوتی به دست بیاورد در مقابل قدرت آخوندا، واسه جمال الدین اسدآبادی که مرد بسیار بزرگی بود، این مرد و مرد بسیار دانایی بود، این را آورد به دربار که بگوید یکی از بزرگترین علما در خدمت ماست. بنابراین در واقع از نیروی آخوندا و تهاجمی فکری آخوندا جلوگیری کند با وجود سید جمال. آسد جمال دید که اصلا دربار جای اون نیست، رفت و بحثش از در حضرت عبدالعظیم و در اونجا مردم رو جمع کرد، چون مرد آزادی خواهی بود، برای آزادی نه برای اسلام فعالیت میکرد. این است که ناصرالدین شاه دستور داد که با یک وضع خیلی خیلی مفتضح این سید رو بیرون کشیدن به زور، به طوری که به قول قدما ازارش از پاش در آمد و بعد ایشون هم رفت ترکیه نشست و اینا طرح نقشه قتل ناصرالدین شاه و غیره وقایع بسیار بوده. بعد از در دوره مشروطه ما نگاه میکنیم به این قوانینی که از مجلس مقدس ملی اینا گذشته، هیچ کدام اینا مشمول ارتجاع آخوند نبوده، همه قوانینی بودن ملی به نفع ملت، هرگز مجلس ملی به ملت ایران خیانت نکرد. اینها
تا میرسیم به در واقع روزگار مجلس پنجم است و بعد حکومت رضا شاه. رضا شاه هم مطلقاً و ابداً این ملایان و آخوندها رو در کار سیاست دخالت نمیداد، اما اون مایه آینده نگر نبود که این وضعیت رو به وجه قانونی به وجود بیاورد که پس از رفتن او تغییر نکند اوضاع احوال. اما تا دوره‌ای که رضا شاه بر حکومت بود، آخوندها در کار سیاست دخالتی جرأت نمی کردن با وجود اون مرد تا اظهار نظری بکنن یا فضولی بکنن، تا اونجایی که در موضوع کشف حجاب همسر ایشان و دخترشان در قم پای سخن یک آخوند نشسته بودن و این آخوند سر منبر گفت من سخن آغاز نمی کنم تا این دوتا خانم از این سالن بیرون نروند و اینها از این مسجد. بلافاصله اطلاع دادن ایشون با زره پوش آمده و این آخوند رو گرفته است به کتک، عملا خود شخصاً با چوب و چماق و لگد و اینها، و این برخورد او بود با این آقاین آخوندها. هر سبت که و ترسیدن به طور کل در روزگار رضاشاه دست آخوند از چیز کوتاه بود و در دوره هایی هم که مجلس ملی برقرار بود و انتخابات بود و اینها، آخوندها سر جای خودشان نشسته بودن، گاه یک نمایندگی نمایندهی داشتن مثل کاشانی فرض فرمایید. اینها هم خودشون رو مردمان سیاست مدار می دانستن و از آخوند بالاتر می دانستن. مرحوم مدرس وطن دوست بزرگی بود، مرحوم ملک شعرهای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران می فرماید که بسیاری کوشیدن تا از اسلحه کهنه دین برای مقاصد سیاسی استفاده کنند و در گوش مرحوم مدرس از این داستان ها می خواندن. اما مدرس خودش رو یک شخصیت سیاسی جهانی می دانست و خود رو بزرگتر از آن می دانست که به این اصل سلاح کهن بیاویزد و موضوع حلال و حرام و کافر و غیر کافر و مفسد و فلعرض و کاری که این فروم رو اگاه میکنم کرد یه مطلق توجه نکرد و در مباحث سیاسیش با مخالفین همواره زبان سیاست مدرن به کار می برد. این گونه بوده است احوال آخوندها تا می رسیم به روزگار محمد رضا شاه. وقتی که مرحوم رضا شاه از ایران رفته، تعداد مساجد ایران بسیار اندک بوده. متاسفانه پادشاه ببینید طلایی ترین دوران تاریخ ما عصر جدید برای مدرن کردن مملکت، برای توسعه سیاست و توسعه فرهنگ و بیدار کردن مردم و قانونمند نمودن کشور و در واقع تولید احزاب سیاسی و گسترش قانونمندی، دوران آخرین پادشاه ایران بوده. متاسفانه ایشان اون چه کرد درست برعکس اون چیزی بود که میبایستی انجام میدهد و به این ملایان یک ارادت عجیب و ترسی عجیب از این ملایان داشت. علم در خاطراتش میگوید که اعلی حضرت این سلام دربار برای جشن نوروز، این برای ما و فرهنگ ما بسیار مهم است. الان 5 روز است یا نمیدونم 6 روز است از عاشورا گذشته، ما نبایستی تعطیل کنیم این سلام نوروزی رو. ایشان میگوید که اعلیحضرت فرمودن که به آقای خونساری زنگ بزنید. من زنگ زدم به آقای خونساری که آقای خونساری محرم تقا عاشورا تمام شد و ما قرار است که چنین کاری بکنیم. گفت ما که عید نداریم، حالا شما اگه دارید که داشته باشید. گفت تا به محض اینکه این سخن رو اعلیحضرت شنیدن، چمدانهاشون رو برداشتن و رفتن به شمال. یعنی جرأت این که سلام درباری رو که در واقع از رسوم بسیار بسیار قدیم و کهن ایران بود اینها انجام نشود. یا در موضوع همین سینما رکس، مرحوم داریوش همایون میگفتن که طولی نکشید که ما فهمیدیم که این کار رو کرده به چه کسات. اما ایشان از ترس آخوندها و اینها، یعنی طوری شد که فهوای اونچه دولت گزارش کرد این بود که دولت کرده سینما رکس رو، در حالی که معلوم شده بود این آیات از ما ناراحت نگرم شد. به دربار رفت آمد داشتن،
چندین هزار از اینها از دربار حقوق میگرفتن، اینا در نوشتن کتب درسی بچه ها دخالت داشتن. اینا مطالب و مسائلی است که شما میدانید متاسفانه با برداشتن احزاب سیاسی و تقویت ملاها زمینه آماده شد. در واقع ایشون هم نفرت عجیبی از میلیون داشتند، هم نفرت غریبی از چپ، اما از میلیون بیشتر نفرت داشتند و از چپ. این است که و چون رسم شده بود و این سنت از زمان شاه اسماعیل و با جای بود که پادشاه ایران خود را شاه شیعیان میدانست، ایشان هم خودشون را شاه شیعیان میدانستند و گمان داشتند که ملایان پشتیبان اینا هستند، پشتیبان دربار هستند. و این است که تغافل ورزیدن از این موضوع که اگر در کشور انقلابی بشود، شورشی بشود، چه کسی نگهدار کشور خواهد بود؟ ارتش که یک سره در خدمت ایشان بود، احزاب ملی که بر جای نبود، نه چپ نه راست نه روزنامه‌ای بود. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم وضعیت کاملا آماده شده بود برای اینکه کسانی که نه لیاقت دارن و نه مشروعیت به حکومت دارن، و اینها یک آدم بینشون بود که یک جسارتی داشت به نام روح الله الموسوی الخمینی که این به عوضی که در ایران زندان برود فرستادن به ترکیه و بقیه داستان رو شما رو میدونید. این مطالبی که عرض کردم به طور اختصار در واقع لمس کردن در واقع رؤوس مطالب بود. اما این دوره طلایی بیست و چند ساله دوران سلطنت ایشان در واقع میشه بعد گفت که همه زمینه ها آماده شد و اون خلأ سیاسی برای حکومت ملایی که اساساً به ذهن کسی نمیگذشت، کسی برای اسلام انقلاب نکرد. آقا در هیچ تاریخی هیچ ملتی برای دین انقلاب نکرده، این انقلاب امر زمینی است برای موضوعات زمینی به منظور مقاصد سیاسی. تنها حرف درستی که این خاتمی زده است که من بسیار از او بیزار هستم، یک کسی گفته است آقا مردم برای اقتصاد انقلاب کردن، ایشون گفته بود نه، این تنها حرف درستی است که این سید محمد خاتمی زده است که نه، استبداد بود. این است که در دوره ایشان هم نه تنها آخوندها نفوذ داشتند، بلکه همه زمینه ها آماده شد و اون خلأ سیاسی که نمیباسی اتفاق افتاد و ملایان آمدند و این وضعیت رو حکومت رو گرفتن. چون نه رجال سیاسی باقی مونده بود، نه مجلسی بود، اصولا مردم اپولیتیکال شده بودن، از مجلس خبر نداشتن. من نمیدونم از چند نفر مردم بپرسید آقا مجلس شورای ملی کجا بود، در حالی که در روزگار مشروطه اونقدر مردم علاقمند شده بودن به نگه داشته این مملکت و حس وطن دوستیشون برانگیخته شده بود که خود رو هر فرد ایرانی مثل که وظیفه داشت از مملکت سیانت بکند. بچه های 10 ساله نشانهاش داریم آمدن اسلحه بگیرن در اون اولتیماتوم روسا در موضوع شسته که جنگ بکنن با روسا. وقتی مسئولیت از ملت سلب شد به طور کل و گفتن که شما برید دنبال کارتان و سایر قضایا که عرض کردم سبب آمدن این استبداد شد. و عرض میکنم در روزگار قدیم مشکل ما مشکل استبداد بوده است، البته در روزگار قدیم عرض کنم که قابل قیاس به روزگار امروز نبود، برابر آمار موجود تعداد کسانی که در این 20 چند سال کشته شدند یا در انقلاب کشته شدند روی هم 3,140 نفر گزارش کردن خود ملایان، در حالی که اینها حداقل 500,000 بچه های جوان ایران رو در میدانهای جنگ کشتن، شاید 1,000,000 معلول الان هستن که بعضیشون سخنان من شما رو تماشا میکنن، و 10,000 نفر اعدام و دخالت در همه امور و تخریب مملکت از طبیعت ایران شما بگیرید تا ذهن بچه های ایران خراب کردن و کشور ما دچار خطر نابودی است واقعا به لحاظ طبیعی. حتی این است که اینا مطالبی بود که لازم می آمد مخلص به اونها اشاره بکنم و شما هر سوالی هست بفرمایید با هم صحبت میکنیم. بینندگان ارجمند اجازه بفرمایید که به علت تراکم خطای تلفن
من از پرسش‌های خودم بگذرم و اجازه بدید با هم پوش کنیم به بینندگان عزیز. از شما خواهش میکنم در حد اقل زمان ممکن و با رعایت نزاکت در بیان، اگر میخواید صداتون رو قطع نکنم، باز رعایت نزاکت خواهش میکنم با نهایت خضوع و خشوع در حد اقل زمان ممکن و با رعایت نزاکت در بیان نظرات خودتون رو بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. جناب فرزنده، با سپاس از شما و مهمان گرامیتون آقای بهرام مشیری، به من دو تا سوال داشتم از آقای مشیری. سوال اولم اینه که چه تعریفی ایشون میده برای اندیشه طبقه ستمگر که حالا اینجا آخوندها رو میتونیم بگیم و مردمی که ستم دیده هستن، چون گاهی اوقات کلمه دین به کار برده میشه که این دین رو هم نسبت میدن به ستمگرا و هم نسبت میدن به ستم دیده ها و این نمیتونه این کلمه گویا باشه. مثلا میگن ما با دین مردم مخالف نیستیم. خب اگر دین مردمه، پس چطور همین کلمه رو باز دوباره برای ستمگرا که آخونده باشن به کار میبره، در حالی که ادیان ابراهیمی دوتاش به طور مشخص هم در تورات هم در قرآن هیچ وقت نگفتن این دین اندیشه مردمه. یعنی چنین چیزی اصلا وجود خارجی نداره، نه در تورات نه در قرآن. گفته دین اومده برای بندگی و برای اینه که مردم زیر سلطه باشن و دقیقا مشخصا چندین آیه هست. آقای مشیری اینا رو به خوبی اطلاع داره ازشون، چون من میدونم بارها اینا رو تکرار کرده. منتها فقط نکته سر اینه، ما با دین مردم اصلا روبرو نیستیم. دین اندیشه یه که تجاوز میکنه، در نتیجه نباید بگن دین مردم. اینو میخواستم آقای مشیری محبت کنن اینو توضیح بدن. ممنون میشم چون وقت زیاد داره میگیره، من دیگه سوال دوم چشم پوشم. آقای مشیری. آقای فروزنده، صدای هموطن محترم خیلی مخدوش. ببینید ایشون دستگیر من نشد. ایشون اینطور صحبت کردن که چه تعریفی برای طبقه ستمگر و مردم ستم دیده شما ارائه میدید، چون گاهی اوقات وقتی شما میفرمایید که دین مردم، دین مال مردم نیست، به خصوص یهودیت و اسلام مال مردم نیست، اینها آمده برای بندگی و زیر سلطه بردن مردم، بنابراین اینها دین مردم نیستند. ببینید، ما اگر بخواهیم وارد این قضایا بشویم بحث طولانی خواهد شد. داستان بر سر این است که وقتی که یک جامعه‌ای داره یک دینی است، به ناگهان گروهی بر سر او میریزند. این مطلب خیلی خیلی مهم هست. میریزند، فرض کنید یک خانواده زرتشتی در ایران در مدائن یا یک شهر دیگر ایران نشسته است با بچه هاش، یک مردی در منزل، ناگهان آدم هایی که ظاهرشان غریب، آفتاب خورده، عجیب، با یک شمشیری در دست، چند نفر آدم کش، مثل همین داعشی ها بودن اونها. شما تصور نکنید که اونها بهتر از این داعشی ها بودن، نه، فقط 100,000 نفر رو اینها در جنگ نهاوند کشتن. باری میاید دم در منزل، بعد میگوید که من به شما دو انتخاب میدم، یا اینکه مسلمان میشوی یا اینکه ما تو رو میکشیم. بعد میپرسد که خب بین کشتن، حالا میگوید که خب مسلمان شدن لازمه چه چیزیست؟ میگوید که شما شهادت بدهید که محمد رسول خداست و الله خدا داره. میگوید خب پیش خود فکر میکنن که خب این خیلی کار آسان است، که چیزی نیست که، خب این بهتر از کشتن و بردگی و این حرف هاست. میگوید سی بگوید اشهد ان محمد رسول الله، بلافاصله این شهادتین رو جاری میکند، یعنی این به قول آخونده اقرار به لسان، و دیگر عمل به جوارحش رو بهش فکر نمیکند. بردا میگوید آقا نماز هم بایستی بخونی. میگوید میخونم، هیچ اشکالی ندارد. اینها مطالبی بود که در اسپانیا پیش از پیدایش این اینکویزیشن اینها گروه یهودیان و مسلمان اینطور فکر میکرد. باری بعد میگوید نه، از آن هم باید بگویی آرام آرام این نسل اول
به فکر این که این چیز آسانی است و این چیز ساده است اشکالی ندارد. خب ما دین خود رو نگه می‌داریم یا اذانی هم می‌گیم، ولی غافل از این که بعد از گذشت یکی دو نسل این بچه‌هایی که به دنیا می‌آیند با این صدای اذان، با اون صدای قرآن، با این عباداتی که اسلام در واقع عرضه کرده از آدم میشود و به طور موروث میشود آیینو. شما من تارک ندیدم کسی که انتخاب دین کرده باشد. من اونچه هموطن دیدم مثل خود مخلص در خانواده مسلمان به دنیا آمدن، این شده از جزء لاینفک فرهنگ. بنابراین وقتی میگم دین مردم یعنی مردم با این دین شناخته میشوند. بنده به عنوان یهودی که شناخته نمیشوند یا نشستم میگم که فلانی پسر فلانی مسلمان در شناستم نمی هست. موضوع سخن ایشون صحیح هست، برای تعبد و تسلیم هست. شما در قرآن کریم اگه نگاه کنید یک بار هم واژه عقل به تنهایی به کار نرفته، یک بار واژه کار به کار نرفته. برای تسلیم هست، این که شما یک سر تسلیم بشوید در مقابل عرض بکنم که فرمانشات قرآن و در عبودیت زندگی بکنید. و انسان به لحاظ فلسفی عرض میکنم هیچ گونه نقشی در زندگی خود ندارد و هیچ اختیاری ندارد و همه چیز در دست الله هست و انسان ابزاری برای در واقع فعلیت یافتن در واقع خواست خداوند است. این است که از این نظر ایشون درست میفرمایند. اما از این مطلب غافل نشویم که به هر صورت دین مردم است. در صورت شما مردم نسبت به دینشون هم تعصب داره و غلط نیست که بگوییم دین مردم. ضمن این که در بطن این داستان البته موضوع تسلیم و تعبد هست، بی اختیاری انسان هست، بی عقلی هست. شما اونچه در ذهن دارید بایستی بشویید، نه تنها بشویید که تاریخ گذشته پر افتخار مملکتی رو هم فراموش کنید و اون رو نفی بکنید و به حرفای ما گوش بده. از این نظر فرمایششون صحیح هست، اما به هر صورت این و از حقیقت امر این هست که میگوین مردم ایران مسلمان شیعه هستن، مردم عربستان دینشان عرض کنم که مسلمان وهابی هستن و این اصطلاح رایج است و ما نمیتوانیم باش کاری بکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما جناب فروزنده، درود بر جناب آقای مشیری. خواهش میکنم. جناب آقای مشیری، شما در جلسه های قبل گوش ندی کردید در مورد سال 1974 در واشنگتن. اگر درست به خاطر داشته باشید اون موقع سازمان کنفدراسیون یکی از سازمان های معتبری بود که فعالیت سیاسی میکرد، ولی موقعی که خمینی ایران رو تصرف کرد بچه های کنفدراسیون در سفارت ایران حضور نداشتن و تعداد بچه های مسلمان مثل که از آسمون اومدن پایین، که خب بعدن معلوم نشد چی شده. سوال من اینجاست، بنده معتقدم که شما به جناب آقای دکتر مصدق ارادت دارید، بندم به همچنین. سوال مهم من این است که آیا آقای دکتر مصدق در به وجود آوردن حزب توده دخالت داشتن و آیا آقایونی که در حزب توده بودن به کنفدراسیون امریکا دخالت داشتن و رهبری میکردن؟ خیلی متشکرم، امیدوارم که برنامه خوب شما همچنین ادامه داشته باشه و ما از وجود شما استفاده کنیم. شبتون بخیر. خیلی متشکرم، ولی من ربط فرمایشات شما رو به بحث برنامه اصلا نفهمیدم، واقعا اینو نفهمیدم. بنابراین از آقای مشیری خواهش میکنم که به این سوال پاسخ ندن، چون اصلا موضوعش مرتبط با این برنامه نیست. نه، اجازه بدید آقای فروزنده، برنامه شماست. درسته یک مقداری بیرون هست از قضیه. به کل بیرون آقای مشیری جان، به کل بیرون از خطه. به هر صورت نه، من فکر نمی کنم مرحوم دکتر مصدق مطلقا و ابدا هرگز کمونیست بود، نه توده‌ای بود. ایشون به خاطر اینکه
گفتن توده‌ای ها مملکت رو میگیرن، به این بهانه ایشونو سرنگون کردن. بچه‌های کنفدراسیون هم از گروه مختلف بودن، ناراضیان بودن در خارج کشور. چون فرمودی جواب ندید، من به احترام سخن شما هم همینقدر کوتاه میکنم. سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. درود به شما. درود بر شما. جناب مشیری، با توجه به تضاد درون ادیان و مسائلی که به صورت مسائل خرافی که داره، آیا در دین به طور کل چیزی هست که عقل و وجدان یک آدم کم سواد ولی به رشد رسیده نتونه تشخیص بده؟ من در مورد مسائل خوب ادیان صحبت میکنم. آیا چیزی هست که به اصطلاح واقعا دین چراغ راهی باشه برای زندگی آدمیان؟ یک مسئله دوم، با توجه به ضعف و پراکندگی اپوزیسیون و اختلاف درون و نبود اعتماد بین خودشون و مردم به اونها، آیا شما نصیحتی دارید که بتونه به صلاح نقطه شروعی باشه، نقطه عطفی باشه، یک شروعی برای یک نوع شروع جدید، که این حالت پراکندگی به یک شکلی به صلاح به یک جایی برسه و اون اپوزیسیون بتونه شکل خودشو بگیره؟ سپاسگزارم از صحبتاتون. بفرمایید آقای مشیر. خیلی ممنونم از شما عزیزم، سوال خوبی کردید، خیلی مناسب بود. ببینید، دین یک مسئله سابجکتیو است، ابجکتیو نیست به قول معروف، یعنی حقیقتش مثل قوانین نیوتن نیست که در همه جهان، چون اگر دین بیباره حقیقتی بود همه جهان داره یک دین میشدن. دین اساساً این چه ما برای ما دین میشناسیم که این ادیان سامی هست میکنم، اینها کاری و وظیفه‌ای و هدفی جز برپای کردن یک نظام اخلاقی نداشتن. نهایت آمال و آرزوی یک کسی که مدعی پیغمبری میکند این است که در جامعه یک نظام اخلاقی برپای کند که بعض اوقات برعکس عمل میکند. حالا تا اونجایی که فرض بفرمایید به تعلیمات مسیح هست، ما میبینیم که تجاوز و تهاجم در تعلیمات حضرت مسیح ما نمیبینیم. در آیین اسلام به واسطه شرایط سیاسی که بنیانگذار اسلام داشته، متاسفانه تهاجم و تحمیل و زورگویی تا منتها درجه هست و بدترین آن این است که شرافت انسان و کرامت انسان و حیثیت انسان درش در نظر گرفته نمی شود مگر اینکه مسلمان باشد. این بسیار بسیار فاشیستی و بسیار بسیار بد است. این است که ارسلان این که می بینید که بین آیات بزرگ و علمای اعلام کسی کارای این تروریست هایی که واقعا اینا مثل من به حیوان توهین هست، اگه ما بیا بگویم حیوان مثل این داعش اینا ندیدیم نفی بکنن، چون این اعمال اینها غیر اسلامی نیست. بنابراین اخلاقی که اسلام پیشنهاد کرده است اخلاق نیست. بگذاریم تعدادی از بزرگترین صلحا و بزرگترین مردمان و داناترین مسلمان بودند، ولی این دلیل این نیست که اینها اسلام اینها رو پیشنهاد میکنه. دروغ یک جا بد است یک جا خوب است اگه به نفع مسلمان باشه، قتل یک جا بد است اگر مسلمان باشه، یک جا بسیار خوب و پسندیده است، به بهشت هم میروی اگر مخالف خود رو بکشی، و دزدی سرقت اموال یک جا بد است. حضرت رسول اکرم در پای آخرین سخنرانیاش بعد از اینکه مکه رو تسخیر کردن، نهایت اعمالشون بوده، اون سخنرانی کرده است، میگوید اموال یکدیگر رو ندزدید، من مال شما رو به یکدیگر حرام کردم. ولی نمیفرمایند که دزدی و گرفتن اموال مطلقا حرام است. این است که این سیستم اخلاقی هم حتی به وجود نیامد، در اسلام نتوانست سیستم اخلاقی ایجاد بکند. این است که همیشه اما و اگر ترهاندی نیست که اما و اگر هست. شما در آیین بودا نگاه کنید، آقا کشتن حیوانات مطلقا قدغن، حتی قطع کردن درختان
در بسیاری موارد. یعنی اون چیزی که باعث نابودی است این مطلقاً غیر اخلاقی است، اما در آیین اسلام شما می توانید 700 نفر رو در یک روز سر رو برید، نه تنها به زهد شما صدمه وارد نشود، مولای متقیان هم باشید. یعنی اون قتل‌ها در واقع نه تان اشکالی ندارد که جزئی هم از این تقوا به حساب میاد. شما تصورشو بکنید. این است که اون چه منظور نظر بوده در واقع اخلاق متعالی نیست، چیزی به نفع مسلمین، چون اینا گروهی بودن میبایستی توسعه پیدا میکردن، این گروهی که در مدینه بودن. و بارها بنده عرض کردم خیلی مهم است ما بشناسیم اینها رو که چگونه زندگی میکردن و چرا این جریانات پیدا و این خشونت و هجوم و تحمیل بر دیگران و نجس خواندن دیگران. آقا اینا خب همه گفت که مخلوق خدا هستن، چگونه است که با یک کلمه نه بر پاک میشود؟ این است که نجس خواندن و نفی و انکار دیگران و در واقع تحقیر ادیان دیگران و برچسب های زشت زدن مثل آتش پرست، مثل جهود، مثل نصارا بر دیگران، توهین به تاریخ ملت، اینا همه جز لایفک متاسفانه تاریخ اسلام بوده. و می شود گفت که صدها هزار تن به زیر همین عناوین قضا در راه خدا اینا کشته شدن. عرض کنم که بخش دوم سوالشون رو من یادداشت نکردم، اگه به خاطر شما هست بفرمایید. رزقی دو تا سوال داشتم. والا میگن که در واقع میپرسن که آیا در این ادیان چیزی هست که یک آدم رشد یافته ای که کم سوادم باشه ولی رشد پیدا کرده باشه نتونه خودش با به کار بردن خرد خودش به اون برسه؟ مطلقاً و ابداً چنین نیست. مطلقاً و ابداً چنین نیست. خدمت شما عرض میکنم انسان دارای عقل هست، خرد هست. بزرگترین پدیده، پیچیده ترین و شریف ترین پدیده در یونیورس این دو چیزی است که بین دو گوش انسان است، یعنی مغز او و خرد او. یعنی چگونه انسان قرن 21 اون خرد رو ندارد که نتواند خوبی را از بدی تشخیص. بزرگترین در واقع ستون اخلاق سقراط میگوید تشخیص خوبی از بدی است، تشخیص خوبی از بدی. این که زرتشت کبیر فرمود گفتار نیک، پندار نیک، پندار نیک، حالا پندار رو گفتن اندیشه و وزن گفتار رو خراب کردن، بماند انسان به ذات میتواند تشخیص با خرد خود میتواند تشخیص خوب و بد بده. نیازمند این نیست که یکی از آسمان بگه من آسمان آمدم. محمد ابن زکریای رازی آزاده ترین فیلسوف تاریخ جهان هست و میگوید تنها مرشد و راهبر انسان خرد اوست. پیغمبر اون هم که ادعای پیغمبری کردن به قوه خرد توانستن بر جامعه مسلط بشوند، نه به قوه خدا و آسمانی بودن از کنم که مطالب و مراتبی که میگفتن. این است که این خرد هست که راهنما هست، خرد هست که کاشف هست، خرد هست که سوال رو مطرح میکنه، خرد شک میکنه. و اینها یعنی ادیان هیچ چیزی که به درد انسان بخورد، یک ذره تا مثقالی دردهای انسان رو کم بکنند تولید نکرده. ممنونم. این سوال از این جهت اهمیت داشت. بفرمایید، خواهش میکنم. درود فراوان بر همتون جناب فروزنده، آقای مشکری و همه کارکنان. واقعا از ته دلم میگم همتون. من میخواستم بسیار باور کنید بحثا واقعا لازمه هر آن آدم بکنه و هر کدوم از ما هر پرسشی سوالی داره بره بخونه بپرسه از بزرگان مثل آقای مشیری. و خوشبختانه در این زمانی که پس از این انقلاب 57 تحمیلی ما وارد شدیم به این کار، همینجور که آقای مشیری گفتن، منم یه زمانهای اصلا کار نداشتم، نمیدونستم چی به چیه، دین چیه، مسلمان چیه، همه با هم ارمنی، یهودی، نمیدونم با هم زندگی میکردیم. فقط میدیدم اونایی که میگفتنشون مسلمانن اونا یه چیزی توشو بود و همه شون نه. به هر روی من پرسشی دارم، دین مردم
آیا اینی که آقای مشی واقعا من میدونم ایشون خیلی میفهمن میدونه این دین مردم وقتی که بازور بیاد آیا مال مردم میشینه؟ ای کاش ثروت های دنیا رو میمدن میخسن به جیب ما میگفتن این مال شماست که نمی کنن. آزادی ها رو ای کاش میمدن میخسن برای ما بگن مال شماست که نمی کنن. این یکی میدونیم که ما تا زمان شاه اسماعیل که ایران درست کردن و پیش از انگلیسی ایرانی ها آزادتر بودن، هر که هر چیزی بود اومدن یه چیزی رو به ما انداختن شیعه که آقای مشیری و خودتون هم همچنین بهتر از همه میدونید که با شمشیر فقط تو تبریزی که سالهای سال ایران رو داره میگردونه اومدن کشتن و یه چیزی رو دیگه به ما انداختن که شیعه اسماع اشعری و منوحشری و مشعری. اون یکی پس این مال مردم نیست، مال یه عده بوده با زور به ما انداختن. پس از اونم اومدیم نادرشاه همینطور که گفتید اومدیم اون آقا محمد خانم که اومدن درود بهش اومدن درود بخونم به کی بگیم اومدن ایشون بابا خلاصه بفرمایید از مردم کنعان داره تمام میشه مردم کروان. این دین مال ماست یا مال چپاورگران آخوند هاست؟ مرسی قربان. البته آقای مشیری من فکر میکنم اگه عنایت فرموده باشید در دو تا سوال قبلی پاسخ این رو دادند، ولی آقای مشیری بفرمید. عزیزم صدا خیلی مخدوشه، همه شب خوب بود، نمیدونم چه اشکالی در بلندگو هست یا این ارتباط که من متوجه سوال هستم. ببینید به طور خیلی خلاصه سوالشون رو بگم. ایشون در یک جمله سوالشون اینه دین مردم اگر به زور اومد یه عده اومدن به مردم تحمیل کردن آیا این دین دین مردم می شود؟ شما در واقع پاسخ این سوال رو دو سوال قبل دادید. ببینید دین میگوید، تعریف دین چیست؟ میگوید که اقرار به لسان و عمل به جواره. اقرار به لسان یعنی که بنده این شهادتین رو بگویم اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله و عمل به جواره. یعنی چی؟ یعنی که اعمال عبادی که فیزیکی هست انجام بدم، مثل که نماز بخونم، نمیدونم مکه برم، از این جور کارها نشان بدهد اعمال من که مسلمان هستم. این است که حالا با زور یا بی زور بعد از گذشت چند قرن نسل بعد نسل این جزء لاینفک این فرهنگ شده. اما میخوام خدمت شما با قاطعیت عرض کنم ایران تنها کشوری بوده است که مقاومت کرده تا به امروز. یعنی از هیچ کدام از این کشورها، همه در این معده اسلام مزمحل شدن، این مدنیت های قدیم منطقه، جز ایران به واسطه عمقی که این فرهنگ داشت مبتنی بر خرد بود و آزادی بود و آزادگی بود و نشاط بود و ساختن گیتی بود و مهربانی بود و دادگری بود، این فرهنگ مدوچار شد با یک مش مردمی که به زور آمده بودن با یک شمشیر و اون عقاید و اینها و نفی دیگران و آیین تیره روانی بوده است. آدم وحشت میکنه تعلیمات رو نگاه میکنه اینها. اما مقاومت ایرانیان شروع شد از طریق انشعاب، از طریق عرض کنم که آویختن چیزها به این دین، مثل همین داستان احادیث و غیره و این همه شعب که در این دین ایرانی ها پدید آوردن. عرض کردم بارها هر انشعابی شده است در ایران شده است. یک روز چسبید به صوفیگری رو که هنوز برجاست، قرامته بودن، خوارج بودن، مشبهه بودن و بسیاری دیگه که در ایران و مقاومت و نفی این داستان تا امروز ادامه داشته است. یعنی از عبدالله ابن مقفع تا احمد کسروی و استاد پور داوود اینها نپذیرفتن و ایرانی همواره این نقطه مقاومت و به اسلام به عنوان یک آیین تجاوزگر نگاه کرده ایرانی و هنوز هم این چنین است و بسیارند که هنوز حل نشدن در این داستان و مشکل دارن. ما ایرانی هنوز مشکل داریم با این داستان، یعنی در واقع تصور این که اجداد ما رو اینها کشتن و دختران پادشاهان ما رو
جلو شترها دوانیدن و به اینها تجاوز کردند و فروختن، این چیزی نیست که ایرانی و وطن دوست بتواند فراموش کند و با آغوش باز بپذیرد و خیلی هم خوشحال باشد. این است که بنده عرض میکنم روشن فکر دینی ما نمیتوانیم داشته باشیم آقای فروزنده گرامی. بنابراین اینها باید از هم جدا بشود. روشن فکر ایرانی عرض کنم که نمیشود، این یک جایی ندارد، در واقع دچار تضاد میشود و ترکیباتی از این نوع و از این جنس. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای فروزنده سلام عرض میکنم. با سلام خدمت. سلام آقا، بفرمایید. آقای مهندس مشیری، شما اشاره کردید به فتوای مرحوم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو. آیا این تحریم عملا به نفع اون کمپانی انگلیس نبود؟ با این توضیح که خدمتون عرض میکنم شاید سوال بنده بیشتر مفهوم باشه. اون کمپانی که با ناصرالدین شاه قرارداد کشت تنباکو رو بست احتمالاً هدایای بهشون داد. در مقابل اینطور که بنده شنیدم بین 1 تا 2 کرور تومان، یعنی 0.5 تا 1 میلیون تومان اون موقع، معادل چند میلیارد دلار امروز، قرارداد داشتن که اگر این قرارداد از طرف ایران فسخ بشه باید دولت ایران به اون کمپانی پرداخت کنه. تنباکو در تمام ایران کش نشد، در فقط بخش جنوبی ایران، اونم در بخشی از استان فارس تا اونجا که میدونم به خصوص برازجان و اون اطراف کازرون کش شد. به احتمال زیاد حدس بنده این هست کیفیت و میزان تولید تنباکو اون اندازه این نبود که اینها بتونن دولت اون کمپانی انگلیس به کشورهای خارج از این منطقه تنباکو صادر بکنن درآمد داشته باشن. فقط احتمال در همین فقط ایران خودمون بود، کیفیت خوبی هم نداشت. احتمالا اینا دیدن دارن ضرر میدن. و قربان، خلاصه بفرمایید چون وقت برنامه تمام شده. بله، در صورت فسخ، اگر این قرارداد فسخ میشد اون کمپانی میلیاردها دلار امروز به نفعش بود. آیا به نظر شما این اتفاق واقعا اثر خیرخواهی بود؟ مرسی جناب مشیری. عرض میکنم که بنده عرض نکردم که صادر میکردن یا نمیکردن. داستان بر سر این بود که مردم خشمگین بودن از قراردادهای استعماری و همین کمپانی معروف شعبه ها زده بود و کشاورزان ایرانی حق فروش 1 گرم تنباکو به کسی دیگری جز کمپانی نداشتن و با فشار و توهین هم این کار را انجام می دادن. بنابراین یک حرکت ملی بوده است، البته به نفع ایران. بعض قضایا موضوع اقتصادیش اهمیت نداره، موضوع یک پارچه کردن ملت در راه مقاصد ملی است که اهمیت داره. بنابراین اهمیت تنباکو حالا به واسطه اون چند دلار اضافی کمیشش نیست، این هست که مردم متفق و متحد شدن تا به حدی که زنان ناصرالدین شاه مجبور شدن با مردم همراه بشن و همین همراهی ها و این بیداری که در وجدان مردم حادث شد بر اثر همین داستان تنباکو در واقع زمینه نیرومند جنبش بزرگتری شد که مشروطه گفته می شود. جواب این است که حالا اگه شما بخواید در باب جزئیات اقتصادی قضیه هم صحبت بفرمایید می توانیم در یک جلسه دیگر اسنادش هم برجاست بیاییم و در باب این صحبت کنیم. اما اهمیتش در واقع به دنجا بود که مردم یک پارچه شدن علیه یک قرارداد استعماری که به کرات و مرات اتفاق افتاده بود و در این موضوع اولین موضوعی است در روزگار قاجار که مردم رو متفق و متحد کرد و آگاهی به مردم داد. جناب مشیری، یک بار دیگه وظیفه خودم میدونم از طرف خودم و از طرف آقای مهندس سرمانی از جناب علی به خاطر این 10 جلسه‌ای که با بردباری در اون شرکت کردید و این بحث گذر از روحانیت رو در خدمتتون مطرح کردیم سپاسگزاری کنم. من میدونم که به زودی در مجموعه دیگری در خدمتتون خواهم بود. برای شما سلامت آرزو میکنم و توفیق همیشگی.
بسیار سپاسگزارم دوست عزیز و نازنین من آقای فروزنده، شما لطف دارید در حق من و همونطور که عرض کردم کارهاتون رو در منتهای درجه دانایی و ادب انجام میدهید، هم با میهمان هم با هموطنان. این است که همونطور که عرض کردم دوستان برای شما احترام بسیار قائل هستن، از شما بسیار سپاسگزارم، از هموطنان عزیزی که به این برنامه توجه کردن و هموطنانی که سوال مطرح کردن، یعنی زحمت رو به خودشون دادن که سوال بکنن، از فرفرشون سپاسگزارم. از هموطنانی هم که میخواستن سوالی بکنن اما میسر نشد به واسطه شلوغ بودن خطها، از اونها پوزش میکنم. به هر حال بهتون وقت بخیر میگم و با آرزوی گفتگوی با شما در آینده نزدیک. درود بر شما. بینندگان عزیز، هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باد.